میدان انزلی در سال 1367 اون وقتا من دیده بودم. بعدن توصیه پیدا کرده و به جاهای دیگر رفته. اولین بار من اونجا دیدم بازی فوتبال را، در میدان انزلی در سال 1367 اون وقتا. از سال 1317 همینطور به اصطلاح فوتبال در انزلی بوده و بازیکنانی که حتی اسماشون هم اگه بخواییم براتون بگم در این شهر بودند، منتاش به صورت باشگاهی نبوده، به صورت همینطور محلی برای خودشون بازی میکردن و حتی زمین فوتبالشون هم زمین بایاندور فعلی که همین الان کشتی ها اونجا وای میستن نزدیک موچکن طرف قاضیان بوده، اونجا تمرین میکردن. من خودم بچه بودم 5-6 ساله، برای تماشا اونجا رفتن که به این آقایون وقتی تیم انزلی بازی میکرد با تیم شوروی که کارگرای کشتی بودن یا به اصطلاح خدمه هاشون بودن با اونا بازی میکردن یادمه. انزلی شهری بود که به واسطه همنشینی با دریا و کنارگیری کشتی ها مردمانی از ملیت های گوناگون را به خود دیده است و هر یک از این مردمان ارمغانی به این دیار آوردند و فوتبال یکی از این ارمغان هاست. بعد یه روز گفتن که یک مسابقه میخوان در بازی در فوتبال بدن. اون موقع نمیگفتن فوتبال، میگفتن لپ بازی. فوتبال را لپ بازی میگفتن. دیدم میخوان مسابقه لپ بازی است و فلان در صحرای کوله بره. این مسابقه را اونجا بازی کردن، انجام دادن. ما هم رفتیم تماشا کردیم این بازی را. بعد علاقمند شدیم که ما هم کم کم وارد بشیم تو این بازی ها. برانجیم احمد سویدرو بودن که معروف بود به آهنپا. از نظر خشونت، از نظر فوتبال خوب، یه جایی که من یادم هست یه جورابش قرمز بود پای راستش، یه جوراب دیگه سفید. ما پرسیدیم چرا؟ گفت این پاش خطره، این خطرناکه، این قدرت شودزنی و دریوزنی و از این مسائل. کولیور می اومدیم. خیلی البته رفت آمد ما اون زمان به انزلی خیلی سخت بود، چون با قایق باید رفت آمد میکردیم از این رودخونه. یک روز دیدیم که یک جوانی اومده کنار همین زمین ایستاده و بازی ما را تماشا میکنه. بعد از خاتمه بازی اومد جلو ما، گفت آقایان اجازه میدید من چند کلمه حرف با شما بزنم؟ گفتیم بفرمایید. گفت که من کی هستم؟ خودش معرفی کرد که همون جورج سرکیسیان پسر موسی آواگم مرحوم بوده. بعد گفت که من معایبی در بازی شما دیدم و خودم هم در بیروت دانش آموز بودم، تحصیلات داشتم، به فوتبالیست بودم و در مسابقات فوتبال بیروت هم من شرکت می کردم، اطلاعاتی از فوتبال دارم فلان و می خواهم این اطلاعات خودم را در اختیار شما بگذارم. ما خوشحال شدیم، قبول کردیم که این کار را انجام بده. اولین بار ما را برده تو کلاس، روی تابلو زمین فوتبال کشیده نشون داده و بازی هر فرد را در جای خودش نشون داد. کفش ما کفشای دست دوزی بود، کفش فوتبال که با چرم درست میکردن. البته بیشتر فوتبالیستا بودجهشون نمیرسید که بتونن اون کفش را هم تهیه بکنن. یک کفشای مخصوصی بود به نام گالش بود، میپوشیدن با اون فوتبال میکنن، یا کتانیای تسبز موقع با اون فوتبال میکردن که استوک نداشت. ولی اونایی که یه مقدار وزشون میرسید از این کفشا تهیه میکردن و کفش رو از چرم تهیه میکردن و کفش چرم بود، استوکاش هم چرم با میخ به کف کفش میخ. تمام موقع مثلا ما با چکوده 5 تومن تگیده چکوده، اونا بنده خدا گاهی اوقات پول هم دهیم وکس بزن، پلان بزن.
تو زمان کفشان استوکان همه چرمی بود، شیش استوک بود. اما را برد کفش بوده ده، ایتا کفش مره بوده ده با بزرگی. وقتی هم کفش دکنم دیدیم ایپا بازی کنه بل اجوار دوتا پشم جراب دکنم که بتنم ها کفش دکنم. قبلا کفشی نه نبودی، گلوش بود. گذشته بود، گذشته تا اینکه امال با ما ایده ایت تیم کلونی چاکو دیدی سال 1323. این پایه‌های فوتبال کلاسیک در انزلی است، تیم کلونی یا همان منتخب انزلی، بازیکنانی که از محله‌های مختلف شهر جمع شده و در قالب یک تیم به مسابقات اعزام می شدند. بازیکنانی از جنس تلاش و استقامت، با قلب‌های مواج و شوت‌های سرکش. توپ و تور و خاک، این تیم کلونی انزلی است. من یادم من اولین تیمی که درش بودم تیم پرستو بوده که آقای مرادی مربی اونا بود که ما همون پرستو قهرمان محلات انزلی شدیم. اون زمان یادم هست از کلمه ویز استفاده میکردن که آقا به فلان تیم ویز بدیم بریم تو محلشون بازی کنیم. اونا ویز میدادن، قاضیان میومدن با اون تیمای محله قاضیان میدادن، با تیمهای مختلف زمین تیاره از اونجا میومدیم در زمینای کولیور بازی میکردیم. آقای سیام مرادی تیم پرستو رو درست کرده بود، آقای کرامتی تیم شیلات رو درست کرده بود، آقای ایراندوست تیم پرسپولیس آذربایجان رو درست کرده بود، آقای علی سجاد تیم سیمرغ درست کرده بود، آقای فرامون سالنیا تیم ملوان رو درست کرده بود. خب در گیلان حرف اول از تیم انزلی و واقعا مستقیم بندش عالی بود. مفصل مدافعی داشت مثل آقای نابران، رعفت، آقای فریدون کرامتی، خدا رحمت بکنه اسماعیل سیاد، هافبکای واقعا جاندار، همین آقای حسن نیاراغه واقعا عالی بود، آقای فاضل خلیلی خیلی خوب بود، بعد میشا پتروسیان خوب بود، عالی بود، بعد آقای نصر ایراندوست واقعا خیلی خوب بود. سال 42 بود به نظر ما، ششم ابتدایی بودیم که آقای سالنیا معلم ورزش مدرسه صنایع قاضیان بود که گروهی از ما رو انتخاب کرد با کلاس هفتمی های دریابگی، فکر کنم اونجا معلم ورزش بود، با اونا یه مسابقه گذاشته بود که من یادم میاد اون موقع من اومدم در خط هافبک بازی میکردم. واقعا هم برای اولین بار که داخل همین استادیوم انزلی ما بازی کردیم، انقدر دویده بودم سرم گیج میرفت، آرزو میکردم که همین الان مثلا در همون زمان مربی بگه که تو بیا بشین. مسابقات آموزشگاه ها به صورت المپیاد برگزار می شد، به صورتی که اول داخل شهر، بعد استان، بعد برگزیده استان ها در یک مرکز استان برگزار می شد که خوشبختانه ما شکوفایی ما، استعدادهای ما، نمایش موفقیت رشته فوتبال ما
پایش از آموزشگاه بود. سال 46 ما در تبریز سوم شدیم، سال 47 در شیراز که خودم کاپیتان تیم بودم دوم شدیم، در سال 48 هم در مشهد باز کاپیتان تیم بودم. آموزشگاه به اسم آموزشگاه گیلان بود، ولی ما اکثریت از بچه های انزلی بودن، مربی هم آقای سالنیا بود. در مشهد هم اول شدیم. این مسابقات آقای بهمن خان سالنیا میذاشتن و از اینجا یه چکیدی در می آوردن که خیلی خوب بودن و این بازیکن ها اکثرا محسنین دانش آموزه مدرسه ها بودن و همین از همین دانش آموزه آقای سالنیا تیم درست کرد، قهرمان ایران شد، قهرمان آموزشگاه ایران شد، یه شهرستان بین کوچکی قهرمان که از قبیل آقای سلطانزاده غفور جانی، آقای تقریبا این نسل آقای بختیاری بوده، آقای خوش‌صدیقی بوده، آقای بهزاد نوروزی بوده، آقای میشا پیدروسیان بوده، آقای تقی برازنده بوده، آقای حسن یاراقی بوده. من اینجا بوده که به فکر این افتادیم که با توجه به این که شهر ما خب باشگاهی نداشت، یه باشگاه بود به نام باشگاه گیف، روحای منفرد شاد باشه، ایشون از قهرمانای واقعا خوب کشور ما بودن. این باشگاه در اکثر رشته های ورزشی فعالیت داشتن، من جمله فوتبال بود که همه بازیکن ها، اکثر بازیکن ها تو این باشگاه بازی کردن و در جوانی حتما اونجا ورود کردن و از اونجا به باشگاه دیگه انتقال پیدا کردن. حتی به ما اگه اون موقع کلین داشتیم، تنها باشگاهمون باشگاه گیف بود. باشگاه گیف قدیمی ترین باشگاه ورزشی در انزلی و استان گیلان. این تیم به همراه شیلات در توسعه فوتبال انزلی نقش بسزایی داشتند. ما بالاخره تلاش کردیم بتونیم این استعدادها رو در جایی وصف بکنیم که حداقل حمایت معنوی مادی داشته باشه. بالاخره تلاش کردیم توسط دوستایی که بودن، یه داداشم داشتن در تراتونی نیرو دریایی بود، یه دوست بسیار خوبی داشتیم که رئیس تراتونی نیرو دریایی بود، اهل اینجا نبود، اهل تبریز بود، نافسروان رستگار بود، با ایشون مشورت کردیم. فرمانده خوبی هم اون سال خداوند به ما کمک کرد، نصیب ما شده بود در بندر انزلی به نام تیمسال آریانپور. ملاقاتی گرفتیم، با ایشون صحبت‌های کردیم. آقای سالنیا به من یه روز اطلاع داد فلانی باشگاهی داریم میشه، شما اگه میتونین اینجا ارتشی هم قویه، میتونه تیمسال از موقعیت‌های خودش استفاده کنه برای هم شهرمون هم برای بازیکنای ما. بیاین همه بچهای شما که به اصطلاح هم تیم کلونی هستن یه عده‌شون، که همین آقایان اسپندار و نصرت و درجازی و اسماعیل صیاد و احمد فکری و علی صیاد و شاپور و نوریزاد و دیگران، چماندوها و نمیدونم سفرعلی نژاد و نهرور و آخیش و محمد آخیش، محمد بهش منیش میگفتن، و آقای رستمزاد، آقای مرجانجو، آقای احمد اسماعیل، بالاخره این بچه ها رو ما که به اصطلاح تیم شیلات بودن همه رو آوردیم، گفتیم آقای سالم ما در اختیار شما است. از سوی فرمانده وقت ما سه نام معرفی کردیم برای ستاد نیرو. نام اول بایندور بود، که ناخدا بایندور که اینجا شهید شده بود. نام دوم آرتمیز بود که یکی از اسم ناوهای نیرو دریایی بود. نام سوم ملوان، که فرمانده های وقت نیرو ملوان رو پیشنهاد دادن که ما بعدها پروانه باشگاه را به نام ملوان کرد.
ما از تیم مالوان 6 سال در جام تخت جمشید شرکت بکودیم و در اکثر سالان تیم بهترین تیم شهرستانی بودیم. حتی در این تازه سالان که بهترین تیم شهرستانی بودیم هر سال مسابقات عمران منطقه‌ای بوده بین سه کشور ترکیه و پاکستان ایران که تیمای ملی شرکت کرد. اون سال تیم مالوان شرکت بکوده که همان بتونستیم دوم بریم. فدراسیون فوتبال اون زمان ما را انتخاب کرد به عنوان نماینده تیم ایران که تیم ملی همیشه میرفت در مسابقات جام عمران منطقه‌ای که در پاکستان اون سال برگزار میشد. ما به عنوان تیم ملی رفتیم در اون مسابقات شرکت کردیم، پاکستان رو 2-1 شکست دادیم و در دقیقه 86 از ترکیه 1 گل خوردیم، دوم شدیم که تیم ما واقعا در اون مسابقات هم خیلی خوش درخشید و آبروداری کرد. اون تیم‌ها تیم‌های ملیشون رو فرستاده بودن ولی ما از یک شهر کوچیک اون موقع انزلی حدوداً فکر کنم که نزدیک به 25,000 جمعیت داشت. بعد اون ما به مسابقات استانی راه پیدا کردیم که بین رشت و لاهیجان و انزلی بود که خوشبختانه ما موفق شدیم هر دو تیمو بعد از 3 بازی شکست بدیم به مرحله بعد راه پیدا کنیم. مرحله بعدم بعد از 3 ماه از سوی فدراسیون فوتبال ابلاغ شد که مسابقات ما در قائم شهر برگزار میشه بین 8 تیم. 4 منطقه کرده بودن. ما خوشبختانه اوج نمایش فوتبال ما از اونجا شروع شد. توپو این چیزا به اون صورت نداشتیم. یه انباری بود که من یادمه این پارچه ها رو بسته بودم به دور یه تناب، تناب رو وصل کرده بودم به سقف که بلند میشدم کار هد بکنم. یعنی روزای اولی که بلند میشدم که بزنم شاید نیم متر مونده بود که به این پارچه گلوله پارچه برسم، ولی منتهی دیگه اواخر طوری شده بود که بلند میشدم با شونه هم میزدم اینا. یعنی اینقدر تمرین مداوم کردم. غفور جانی یکی از اونا بود. تمریناتی که ما گاهی اوقات در زمین این قرارگاه نیرو دریایی داشتیم، یه زمین کوچک اختصاصی بود گاهی اوقات تمرینات، وقتی میومد این پاندولا رو که میدید تو باویزانه تو دلش ببین چه ما سال 55 قهرمان جام حذفی ایران شدیم که اولین جام حذفی در ایران بود و در فینال مسابقات هم در تهران تیم تراکتور سازی رو شکست دادیم 4-1، چون که در تهران این مسابقه رو به این دلیل گذاشتن که هر دو تیم شهرستانی بودن. ما قبل از اون تیم سه تا تیم جنوبی رو، تیم اهوازی رو، تیم آبادان رو، صنعت نفت رو، تیم خرمشهری رستاخیز اون موقع بود شکست داده بودیم. فینال افتادیم با تیم تراکتورسازی تبریز که با برد 4-1 ما اولین جام و حذفی رو نصیب شهر ما و نیرو دریایی کرد.
ما تیم‌های بزرگی رو بردیم اون سال. وقتی فینال رسیدیم با تیم تراکتورسازی بود. هوا زمستونی برفم بود. دقیقاً یادمه. خب ما می‌دونستیم تیم تراکتورسازی در یه همچین فضایی تمرین می‌کنه. ولی ما سعی کردیم که در همون سرمای زمستان تمریناتمون ادامه بدیم و همین مسئله باعث شد وقتی که در زمین برفی امجدیه استادیوم شیرودی حال بازی میکردیم اصلا احساس نمیکردیم که در یه زمین بیگانه داریم بازی میکنیم و تمام بچه های ما واقعا فوق‌العاده بودن اون روز. یک استقبال بی‌نظیر از ما کردن در منطقه امامزاده هاشم، تا اونجا اومده بودن مردم. استقبالی که دوستداران ملوان از تیم ملوان به عمل آوردن اصلا هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه، چون تا به حال ندیدم که چنین استقبالی بشه. اینا افتخارات منه. البته بچه ها همه من دوست داشتن، ولی از سختی هم همیشه از نگاهاشون میفهمیدم که دوست ندارن قیافه منو ببینن. اون یه مربی اینجا جا داره که حتما به نیکی یاد کنیم از آقای بهمن‌خان سالنیا، که واقعا از در این چند دهه اخیر حداقل ما میتونیم بگیم که ما مدیون، اکثر فوتبالیست ها مدیون زحمات آقای سالنیا هستیم و خیلی زحمت کشیدن فوتبال نوینو به فوتبال انزلی آوردن.
مردم انزلی خدای فوتبال دوستن، خدای خیلی فوتبال میشن اصلا، ولی اصلا بچه سالی میبینی از فوتبال صحبت میکنه، پیرمرد 67 سالی میبینی از ملوان صحبت میکنه، همش تعریف میکنن. اینو تو ما اون برنامه دفاع و جبه راست و همه رو بلدن. یک بار ملوان، یک بار فکر کنم اصلا من نمونم، اصلا باور کن میمیرم. چرا؟ چون دیگه عادت کردم، نمیتونم. ملوان هیچ پقیشی در اصلا نمیره. ملوان، ملوان همیشه میمونه، ملوان همیشه رو پاست. ملوان میبره، من با دست پر میرم خونه. ملوانم میبازه میرم، ولی اون پر رفتن ملوان که میبره یه چیز دیگری. ملوان که میبره یه چیز دیگری. ملوان همیشه خوب. خب باز هم با چهره های جدید، جوانای با استعداد شهر ما، تونستیم اون ملوان به اون اوج گذشته خودشون برسونیم. از خدمت که اومدم آقای سالنیه به من پیغام داد، خدا بیامرزه، مرحوم جمشید طلاکار اومد دنبالم، گفت که آقای سالنیه گفته میخوای میتونی بیای ملوان، که ما بعد از اینکه خدمت ما سال اواخر سال 64 بود اومدم ملوان، اومدیم تمرین کردیم و بعد تو ملوان دیگه موندیم. من در کنار عادل تو این تیم فوتبال بازی کردم و خیلی زود با سن کم در سطح باشگاه اول، دست اول گیلان بازی کردم. یک سال نگذشته بود که تو بازی که مقابل ملوان بازی کردم توسط آقای صالح‌نیا انتخاب شدم که به عضویت ملوان در بیام. علاقه من خیلی زیاد به فوتبال و پست دروازه‌بانی بودم. من فکر کنم اون علاقه هم باعث شد که این پست رو انتخاب بکنم، با اینکه پست بسیار سختیه. ادامه هم دادم و مطمئن بودم که میتونم، اگر این جدیت رو تا آخر ادامه بدم، میتونم دروازه‌بان موفقی بشم. من احساس میکنم بهترین بازیم بازی با تام اصفهان بود، تو مسابقه نیمه نهایی جام حذفی بودش که تو اصفهان بوده. با تام اصفهان من یه گل بسیار زیبایی زدم که فکر کنم از خاطره هیچ موقع فراموش نشه. احمدزاده، حمید محمدیان، عزت اللهی که فضای زیادی رو برای آماده کنه، فرصت شد و توی دروازه، توی دروازه فرصت این رو داد دفاعه تام که بتونه عزت اللهی به راحتی توپ رو توی دروازه اصفهان جای بده. زیبا رفت روی تو عابدزاده، ولی فرصت شوت رو اینگونه نباید خط هافبک تیم تام به او بده که اینگونه کار بکنه. به هر شکل 15 دقیقه رو پشت سر می‌ذاریم. ملوان 1 تام اصفهان 0. گل رسیده نادر عزت اللهی. Thank you.
سیروس قایقران یکی دیگر شاگردای من و کاپیتان تیم ملی ایران شد و پیروزی بسیار زیبایی که در فینال مسابقات در چین با اون گل زیبایی که زد ایران قهرمان کرد، اون روز برای من روز فراموش نشدنی بود، چون افتخار می کردم به نام سیروس و پیروزی ایران، گلی که قایقران عامل شده بود به ثمر برسید. این بعضی ها میبینید توی بازیکن نگاه میکنید فقط تکنیک فوتبال داره، یه بعضی بازیکن میبینید فقط شوت زدن داره، بعضی بازیکن میبینید قدش کوتاست و مثلا دریبل خوب میزنه، ولی تو حساب بکنی قایقران هم تیپ یک فوتبالیست داشته، هم تکنیک یک فوتبالیست داره، هم شوت زدن ها رو داشته و هم تاکتیک پذیری که واقعا در ملوان داشت، یعنی یک نمونه بارزی بود از یک فوتبالیست که خداوند همه حسنا را درش جمع کرده بود. با اینه که مصاحبه میکردن آبزاده همون سالی بود تازه از کره شمالی اومده تیم ملی، آبزاده 3-4 تا پنالتی کره شمالی رو گرفته بود که تیم ایران سوم شده بود، مرحوم دهداری هم اگه یادتون باشه مربی تیم ملی بود. آبزاده گفته بود که اولا که ما با ملوان به پنالتی نمیرسیم و اگه هم برسیم من 3-4 پنالتی ملوانی رو خواهم گرفت. این برای ما یه معما شده بود، یعنی بچه‌ها رو یه مقدار از روی شارژ کرده بود که اگه یه وقتی به پنالتی رسیدیم چی باید بکنیم. تا دقیقه 90 جانانه دفاع کردیم با تمام پشتیبانی‌هایی که تیم استقلال در اون سال‌ها داشت، چون تیم‌های استقلال و پرسپولیس اون موقع حتما باید برنده بازی می‌شدن به هر شکلی که می‌شد. ترجیح میدن ملوانی‌ها که منطقی‌تر کار بکنن، فرصت برای قویدل، به تو میره قویدل، فرصت برای قایقران، ضربه قایقران رو جمع می‌کنن یاران تیم استقلال. حالا حساسیت بازی دو چندان میشه، پرغلامی توپ رو میگیره از چارق بیانی. من حاضر بودم تمام افتخاراتی که تو فوتبال به دست آوردم همه اون رو بدم این بازی رو ببریم که مردم خوشحال بشن. مردم رو من میدیدم در طول هفته چقدر نگران بودن. گویی دو تیم میخوان تو یک دقیقه کار رو صورت بدن و اون 119 دقیقه رو به فراموشی بسپرن. بازی که 90 دقیقه تموم شد به دو تا وقت 15 دقیقه اضافه رسیدیم، اونم به اتمام رسید، به پنالتی رسید. بچه‌ها
گرد هم شدیم و گفتیم بچه ها حرف آبزاده یادتون نره چی گفته بود، ما باید ثابت بکنیم که ما ملوانیم. همونطور که علی پروین در رخکم گفت بچه ها اینا ملوان ها، فکر نکنید 90 دقیقه میدونن، اینا میتونن دو تا 90 دقیقه بودن، باید جلوی اینا کم نیارید. خب همه سران فوتبال کشور قبول داشتن ملوان اون دوره رو، که بعد بچه ها رو یه مقدار تحریک کردیم در زدن پنالتی ها. قانونی‌زاده برای زدن ضربه، ضربه‌اش رو بعدی ملوان مشکل بیشتری برای ضربات دارن. حالا احمدزاده میزنه توی دروازه. برای بایستی که بزنه ورمزیار حبیبی مترسل دریافت تو مهیا کرده. حالا قایقران میزنه و توی دروازه. حالا برای زدن ضربه، ضربه‌اش رو میزنه. احمدرضا عابدزاده، اینم قنبر نژاد، خوشخان و ضربه میره محمدیان برای زدن ضربه. حالا میزنه و او خوب میزنه. سرخاب حالا میره برای زدن ضربه، ضربش رو میزنه و چه میکنه پرورشگاه، میزنه و توی دروازه. آخرین پنالتی رو رسیدیم به شاهرخ بیانی کاپیتان اونا و من. ببینیم شاهرخ چه میکنه. میره ضربش رو میزنه به تیر دروازه میخوره. اولی رو شاهرخ بیانی زد. زد خورد به نوک پنجه‌های محمد حبیبی، خورد به تیر اومد بیرون. خب نوبت من شد. من از وسط زمین، تمام میدونید که تمام بازیکن باید تو دایره وسط زمین بشینن، این ور دیگه نیان، من از وسط زمین پیاده با به اصطلاح قدم آهسته اومدم تا نقطه پنالتی. خدا شاهده از اول شهر انزلی تا آخر شهر انزلی تمام دوستان و کسبه و بازار و مردم انزلی و طرفداران جلوی چشم همه مجسم شدن. به لطف خدا از خودم کمک خواستم، همون نقطه‌ای که گرفته بودم با تمام قدرت تو هم به همون نقطه نشست که عابد فقط همین بود نگاه کرد. استادیوم ملوانی ها بودن که من بودو بودو رفتم پیش اونا، تمام تیم هم اونجا منو گرفتن افتادن رو من، به هر حال شادمانی رو انجام دادیم. اینقدر خوشحال هستم که میتونم بگم بچه های تیم زحمات طاقت فرسای یک سالشون رو با این بازی خوب با این پیروزی مزدشون رو گرفتن. ما از همه مزدشون رو گرفتن.